سال 1388 بود. دوران شکننده و زودگذر سیدیا. دورانی که یه پله از گرو گذاشتن شناسنامه و تحویل گرفتن نوار ویدئو گذر کرده بودیم و دیگه سیدی فیلم‌های سینمایی رو همراه باقی خریدهای سوپرمارکت روی پیشخوان می‌ذاشتیم تا حساب کنن. همون موقع سر و کله فرار از زندان پیدا شد به عنوان اولین سریال خارجی دوبله در شبکه نمایش خانگی. تب فرار از زندان که همه رو گرفت 24 هم اومد و بعد در مرداد 1389 قلب یخی. قلب یخی که روی جلدش نوشته بود قسمت 1 و این برای کسایی که سریال دیدن یکی از سرگرمیاشون بود به معنی آغاز همون چیزی بود که دنبالش میگشتن. سریال ایرانی در فرمی خارج از خط قرمزای تلویزیون و عموماً با بازیگری ستاره‌های دست نیافتنی سینما. هنوز مدت زیادی از حضور قلب یخی نگذشته بود که قهوه تلخ مهران مدیری اومد و به اصطلاح بازار نمایش خانگی رو ترکوند. قهوه تلخ به سرنوشت قلب یخی یعنی ورشکستگی بر اثر فروش نسخه های کپی غیرقانونی دچار نشد. شبکه نمایش خانگی به سرعت رشد کرد. رشدی که باعث به وجود اومدن انواع و اقسام سکو یا VOD یا پلتفرم های پخش فیلم شد. البته روی خوش نشون دادن هنرمندای حرفه‌ای سینما و تلویزیون و حتی تئاتر هم به این شبکه بی تأثیر نبود. روی خوشی که هم به خاطر محدود و سخت شدن شرایط کار با صدا و سیما، افول سریال سازی و تعداد مخاطبای این رسانه بود و هم به خاطر تراکنش مالی قابل توجه شبکه نمایش خانگی. اسفند 1402 بود که ساترا اعلام کرد بیش از 437 مجوز برای تأسیس سکوها صادر کرده. گرچه فعلا از این تعداد تنها حدود 10 پلتفرم فعالند، اما همین عدد نشون دهنده بازار گسترده و بیپایان مالی و مخاطب دنیای پلتفرمه. دنیایی که با سریال شروع شد و بعداً انیمیشن، فیلم سینمایی، سریال‌های جهانی و تاکشوها هم به اون اضافه شد. دنیایی که به واسطه حق اشتراک‌ها و آگهی‌ها بازار سرمایه کلانی برای خودش دست و پا کرده. البته در ایران حساب کردن روی درآمد حق اشتراک بیشتر یه شوخیه و حرف اول درآمدزایی رو اسپانسرها میزنن. فصل تابستونه و همه دنبال انتخاب بهترین محتوای سرگرم کننده برای زمان و بودجه محدودشون هستن. حالا نه تنها تلویزیون خودمون که تعداد زیادی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در پخش مداوم سریال با هم رقابت می‌کنند. گرچه تلویزیون ما اجازه پخش سریال‌های ایرانی پلتفرم رو نداره، اما شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان به محض انتشار هر قسمت جدید از هر سریال ایرانی پلتفرم بارها و بارها اون رو پخش می‌کنند و این یعنی در یک معامله یک سرسود انبوه مخاطبانشون رو باز هم با پدیده سریال سازی ایرانی پای برنامه می‌نشونن. یک سرسود از اون جهت که این شبکه ها برای پر کردن آنتن از سریال های ایرانی مطلقاً هزینه نمی کنند. تابستون گذشته با پرونده روزی روزگاری تلویزیون نقد و بررسی بهترین و بدترین سریال های تلویزیونی میهمان شما بودیم. امسال هم در مجله میدان آزادی تصمیم گرفتیم پرونده 1001 سریال رو آغاز کنیم. پرونده‌ای که در اون از بین بهترین و بدترین و البته مطرح‌ترین سریال‌های ایرانی و خارجی سکوها تعدادی رو انتخاب کردیم تا به نقد و بررسیشون بپردازیم و به راحت‌تر شدن انتخابتون کمک کنیم. اسم پرونده رو 1001 سریال گذاشتیم به پاس شهرزاد قصه‌گوی 1001 شب که بنیاد قصه‌گویی سریالی رو بنا کرد. شهرزادی که 1000 شب قصه هاش رو در بزنگاه نیمه تموم میذاشت تا مخاطبش ملک شهریار به بهانه دنبال کردن قصه یک شب دیگه اونو زنده بذاره.